بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقتتان بخیر. مجموعه خبری 53 را پی میگیره. محمد آقا خواست سرخط این مجموعه. سفر رئیس جمهور غنی به روسیه. آقای غنی برای شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو شانگهای به روسیه سفر کرده است. گفتگو در پاکستان، جنگ در افغانستان. معین سیاسی وزارت خارجه میگوید آغاز گفتگوهای رسمی صلح به معنای پایان جنگ در کشور نیست. و افزایش شمار پناهجویان سوری. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید که شمار پناهندگان سوری از مرز 4 میلیون نفر گذشته است. امروز پنجشنبه 18 سرطان سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 9 جولای سال 2015 میلادی. مجموعه خبری 53 با من محمد سجاد یاسا. رئیس جمهور غنی با هدف اشتراک در اجلاس سران همکاری های شانگهای به روسیه سفر کرده است. معاون سیاسی وزارت امور خارجه می گوید که رئیس جمهور در این سفر تصمیم دارد در ملاقات با رهبران شماره از کشورهای منطقه در مورد جزئیات روند صلح صحبت کند. به گفته این مقام وزارت خارجه، رئیس جمهور غنی در مورد تأمین صلح در افغانستان از کشورهای منطقه مشورت خواهد خواست. حفیظ الله سالنگی گزارش می‌دهد. اشرف غنی رئیس جمهور در یک سفر دو روزه به هدف اشتراک در اجلاس سران کشورهای همکاری‌های شانگهای به روسیه رفته است. هدف از این سفر شرکت در 15 اجلاس سالانه سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای و شرکت در اجلاس سران 5 کشور موسوم به بریکس، یعنی برازیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی گفته شده است. انتظار می رود که بخشی از ملاقات های آقای غنی با رهبران کشورهای منطقه بر سر چگونگی جلوگیری از گسترش نفوذ گروه داعش باشد. معاون سیاسی وزارت امور خارجه می گوید رئیس جمهور در این سفر تصمیم دارد که در ملاقات با رهبران کشورهای منطقه در مورد جزئیات روند صلح صحبت کند و از آنان در این مورد مشورت بگیرد. جناب رئیس جمهور په د دوه هدف د پاره د سفر ته اوفا روسیه ته تللی دی. اوله نقطه یې دغه ده چې د شانګهای په نور جلسو کې اشتراک وکړي، او دوه نقطه جناب رئیس جمهور داسې لس دو جانبه جلسې لري چې په هغه کې روسیه ده، چې په هغه کې پاکستان ده، هند ده، دغه مملکتو د مشرانو سره هلته جلسې دي، او اساسي نقطه خپله افغانستان او د منطقې ثبات دی. این نخستین سفر اشرف غنی به روسیه است. آقای غنی پیش از این سفر گفته است که مردم افغانستان برای منفعت کشورهای همسایه همروزه قربانی میدهند و آینده افغانستان وابسته به همکاری های کشورهای منطقه است. وی گفته است حضور تروریستان خارجی در افغانستان تهدید به تمام کشورهای منطقه و جهان است. آغاز گفتگوهای رسمی صلح به معنای پایان جنگ در کشور نیست. معین سیاسی وزارت امور خارجه و عضو هیئت مذاکره کننده حکومت با ابراز این مطلب میگوید که کشاندن شورای کویته و شبکه حقانی به میز مذاکره برای آوردن صلح در کشور یک مقدمه برای فرایند تامین صلح در کشور است. به باور این هیئت هر طریقی که بتواند در فرایند تامین صلح در کشور مفید باشد در مذاکرات بعدی قابل بحث خواهد بود. باز هم حفیظ الله سرنگی گزارش دارد. بعد از گذشت 14 سال کوشش برای کشاندن طالبان به میز مذاکره، سرانجام نخستین دوره گفتگوهای رسمی روی در روی صلح میان حکومت و طالبان در پاکستان انجام شد. در این گفتگوها نماینده با صلاحیت شورای کویته و شبکه اقانی حضور داشتند. هیئت عالی رتبه معذرت میخوایم از شورای کویته و از جناح حقانی در این مجلس حضور داشتند و طبعا شخصیت های با صلاحیت بودند. در این نشست روی 3 مسئله توافق صورت گرفته است. تبدیل این مذاکرات به یک فرایند دوامدار، طی فهرستی از مشکلات و اعتماد سازی بین دو طرف. معین سیاسی وزارت خارجه کشور میگوید هر موضوعی که بتواند در فرایند تامین صلح در کشور مفید باشد در مذاکرات بعدی قابل بحث خواهد بود. مر هیچ نوع شرطونه نویش او
هر چی ته مو ویلی و چې که هر باسی که هر باسی هغه قابل بحث ور د بحث ور دی که د قانون اساسي بحث دی که هر مسله دی بحث در سره کو همه په هغه چوکاټ کې بحث در سره کو چې دا بحث دی او پروسې ته ورسیږي او د پروسې آخري هدف چې شته هغه چې په افغانستان کې د داوینی د جنگ او د دې مخنیوي وسی دغه اساسي پروسه او موږ نه کوم شرط ورته ایښی دی هر مسله چې دوی غواړي موږ حاضر چې دوی پر بحث وکړو که د بندیانو مسله ده که د خارجانو حضور مسله ده هر شي باندې بحث کوو که دوی غواړي چې بندیان وریله کړو موږ یې بندیان وریله کوو همه دلته باید تضمین وي چې دغه بندي سبا نه ځي د یو بېګناه سړی شهید کړي. مسائل مورد اختلاف همهشان قابل بحث است، از او جمله مسائل تعدیلات احتمالی در قانون اساسی افغانستان اگر جانب مقابل مطرح میکنه قابل بحث هست، به استثناء مواد مربوط به فصل اول قانون اساسی که در اونجا ساختار نظام را جمهوری بودنش را اسلامی بودنش را تأکید میکنه و به همین ترتیب ای که در افغانستان هیچ قانون در مغایرات با اساسات دین مقدس اسلام تصویب شده نمیتونه و اینا، و فصل دوم که مربوط به حقوق اساسی اتباع جمهوری اسلامی افغانستان هست، اینا مورد مذاکره بوده نمیتونه، مورد تعدیل قرار گرفته نمیتونه. اگر مسئله خط قرمزی بوده همی بوده که موقف رسمی ما هست و خواهد بود. ایت مذاکره کننده صلح حکومت با طالبان و شبکه اقانی میگوید که آغاز گفتگوهای رسمی صلح به معنای پایان جنگ در کشور نیست. آنان میگویند که کشاندن شورای کویته و شبکه اقانی به پای میز مذاکره برای آوردن صلح در کشور یک مقدمه است. در گذشته شما به خاطر دارید که همیشه تحریک طالبان یک اعلامیه میداد که با دولت افغانستان مذاکره نمیکنه. کنفرانس ها، دیدارها، ترکتو و غیره هر چیزی که بوده، دوم تفاوتش این است که همیشه وقتی که کنفرانس ها خلاص میشد رهبری طالبان یک اعلامیه میداد به کسایی که در شرکت کردن نماینده ما نیست. پس تفاوت اصلی این است که اولین مذاکره بین دولت و بین رهبری تحریک طالبان با فرستادن هیئت های با صلاحیت هر دو طرف است. این تفاوت اصلی هم است. ما در فهرستی که ما تهیه میکنیم در مذاکرات بعدی، ایره شما مطمئن باشین، خصوصا خواهران ما و همونطور جامعه زنان ما و همه مطمئن باشین که در فهرست اول ما همین مسئله حقوق زنان اینا خواهد بود، مسئله نظام سیاسی ما هست، مسئله ارزش هاست، اینا مسائل بنیادی و اساسی ما هستن که ما اینا رو در لیست خود داریم، همونطور که اونا دارن ما هم داریم. این نشست با استقبال آمریکا و نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان نیز روبرو شده است. من از طرف های داخل در مذاکرات مستقیم برای صلح ابراز امتنان می کنم و این گفتگو را برای تامین صلح در افغانستان خیلی ضروری می دانم. مردم این کشور حق دارند که در کشورشان صلح تامین شود، چون صلح یگانه راه پیشرفت در این کشور است. دور بعدی گفتگوهای صلح قرار است پس از پایان ماه رمضان برگزار شود. هیئت مذاکره کننده حکومت میگوید که این دور گفتگوهای مستقیم در چین برگزار خواهد شد. اتاق تجارت و صنایع امروز برای 1000 خانواده بی‌بضاعت در کابل مواد خوراکی توزیع کرد. مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگویند که کمک هایشان به باشندگان بی‌بضاعت شهر کابل ادامه دارد. مسئولان این اداره از بازرگانان کشور می خواهد که در ماه مبارک رمضان برای خانواده های فقیر در سراسر کشور کمک کنند. منیب شاهین با شرح بیشتر این خبر. به ادامه کمک های اتاق تجارت و صنایع به شهروندان کشور، روز پنجشنبه به 1000 خانواده بی‌بضاعت مواد خوراکی توزیع کرده است. مسئولان اتاق تجارت و صنایع می گویند کمک هایشان به مردم بی‌بضاعت شهر کابل ادامه دارد. مواد کمک شده شامل برنج، روغن و آرد می باشد. فقط و فقط ما امروز برای 1000 نفر این مواد توزیع می کنیم. به حضور داشت شما و این کمک ها ادامه دارن. ارقامی که تا حال برای ما رسیده، قبلا اون گفتیم که تعداد 20000 نفر کمک صورت گرفته و ما این کمک های دیگه ای ما انشالله ادامه خواهد داشتن. کمک سرمایه‌داران به بینوایان یکی از مسئولیت های دینی ما مسلمانان گفته می شود. مسئولان اتاق تجارت از افزایش فقر در سراسر کشور نگرانی میکند و از همه سرمایه‌داران میخواهد که در همه وقت به ویژه در ماه مبارک رمضان به بینوایان کشور کمک کنند. ما امیدوار هستیم که این کمک ها ادامه پیدا بکنند.
ما از طریق شما و مستقیما به تمام سکتور خصوصی افغانستان اعلام میکنیم که کمک های خود در این ماه مبارک سیام دریغ نکنن و ثوابشان صد چند هستند. باید برای مردم بی وضاحت کمک شوه و اخیر مردم حالت خوبی ندارن و ما میبینیم که مردم در حالت بد زندگی میکنن، باید کمک هم رایشان صورت بگیرد. با این همه افراد بی وضاحت از توزیع کمک ها و فقرا در ماه مبارک رمضان قدردانی میکنند و از بازرگانان میخواهند که بینوایان و خانواده های غریب را در ماه مبارک رمضان فراموش نکنند. و این هم چند رویداد خبری مهم در خارج از کشور. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد امروز اعلام کرده است که شمار پناهندگان سوری از مرز 4 میلیون نفر گذشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نهاد در بیانیه اعلام کرده است که طی 10 ماه اخیر 1 میلیون نفر به پناهندگان سوری اضافه شده و به این ترتیب شمار آنان از سال 2011 میلادی تا اکنون از مرز 4 میلیون نفر فراتر رفته است. آنتونیو گوتریس، رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، گفته است که پناهندگان سوری بزرگترین گروه پناهندگان در جهان به دلیل یک درگیری و در یک نسل محسوب می شوند. دولت